بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این آیه شریفه دوم سوره بقره بود، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا بس لغت، اللغتو ذلک الکتاب لا ریب فیه، ذلک لفظتون یشارو بها الى ما بعوده، ذلک برای اسمیه که برای اشاره به دوره، به هازا الى ما قروبه، و هازا اسمیه که برای اشاره به نزدیکه، ذلک به دور، هازا به نزدیک. بل اسم من ذلک زا، کلمه ذلک این زا، خود زا میشه اسم اشاره، اسمش زاست. بل کاف و زیدت للخطاب ولا هزله من الاعراب، کافش حرف خطابه، حرفه، وقتی حرف دیگه محل اعراب نداره. این دقیقا همون چیزی که مرحوم تبرسی تو بحث ایاک نعبودو گفته، توی ایاک نعبودو اونجا هم گفتیم که ایا ضمیر، کاف حرف خطاب، البته گفتیم نظرات دیگری هم وجود داشت. پس کاف زیدت للخطاب یعنی یه حرف خطابه، بلا حظ الله من الاعراب، حظ اعرابی هم نداره به خاطر اینکه حرف، و لامو تو زادو لتأکید، زا که یه لام هم داره، زا لکه اللامو تو زادو لتأکید برای تأکیده، و کسرت زا لکه، اون لام کسره داره، این التقاء ساکنین، به خاطر التقاء ساکنین بین لام و اون الف، الف و تسقط معها ها، و ساقط می شود معها با این لام که وقتی میاد او هی هازا ها های می افت، تقول زاکه و زالکه و هازا که، اینجا که لام نداره الان ها اومده ها، یعنی ها با این زا و اون کافینا قابل جمعه، اما بلا تقول هازا لکه این نمیگیم، البته هازا لکه اگر که این لام به معنی لام ملکیت اونا باشه درست سا، این هازا لکه، هازا لکه مثل زالکه که حرف تأکید باشه دا، به این معنی نمیاده، ولو هازا لکه لام حرف جری ایبی نداره، اما لکه به معنی حرف تأکید اون نمیاد. خیلی خوب، این راجع به ذلک، و اما کتاب، بل کتاب و مسترون، ذلک الکتاب، کتاب مستره، و هو به معنی مکتوب، کتاب به معنی مکتوب، مثل حساب به معنی محسوب. قال الشاعر بشرت ایالی از رأیت صحیفتن اتت که من الحجاج یتلا کتابها، بشارت دادم همسرم را هنگامی که دیدم صحیفی که از طرف حجاج اومده بود، یتلا، یتلا کتاب یا یتلا مکتوب، کتابو که نمیخونند، مکتوبو میخونند دیگه، ای مکتوبها. خیلی خوب، حالا کلمه کتاب و اصل کتاب الجمع، کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی جمع، من قولهم کتبت القربته اذا خرزتها، مثلا کلمه کتبت القربه یعنی کتاب از این کلمه گرفته شده ها، کتبت القربه، قربه یعنی مشک، کتب تول قربه ازا خرزتها، وقتی که مشک رو میدوزیش، وقتی میدوزیش این درش جمع میشه دیگه، درش جمع میشه، پس الان کتب تول قربه به معنی چیه؟ دوختن و جمع کردن.
والکتبه الخرزه. کتبه یعنی دوخته شده یا دوزندگان. و کتبت البغلته ازا جمعت بین شفره‌ها به حلقتین. اگر مثلا فرض کنید شتر را یا حیوان را این چشماشو ببندید یه حلقه بزنید، چجور مثلا تو بینی شتر چیز می اندازند یه حلقه می اندازند، گاهی وقتا تو پلک های چشمش، پلک های چشمش می بندند که دیگه نتونه به کسی حمله کنه یا مثلا فرار نکنه. اینا میگه کتبت البغلته یعنی چی؟ کتبت البغله یعنی ازا جمعت بین شفره ها، وقتی که جمع بکنی بین اون دوتا پلکش به حلقته. اگر یادتون باشه اون اوائل گفته بودم ما مثلا میگه اینجا الان بینی خوندم کتبت القربته ازا خرزته، یا مثلا کتبت البغلته ازا جمعته، و گفتیم که اگر ای باشه با یه هر دو متکلم، اما وقتی که با ازا تفسیر میکنیم ما قبل متکلم ما بعد مخاطب. و منه قیل للجند کتیبه، این جند را لشکر را هم که میگن کتیبه از همین ماده است، لنزمام بعضیم الی بعض، مثل اینکه مثلا دو تا پلک رو با اون حلقه به هم میبندند، جمع این آدم رو با اون آدم به هم جمع میکنند. این هم معنای کتاب، ذالک الکتاب. خب در واقع توی کتاب حروف، کلمات، مطالب مختلف جمع میشه. لا ریب فیه، لا ریب الریب و الشک، ریب به معنی شک، الریب و الشک. و قیل هو اسبع و شک، بدترین شک را میگویند ریب، یعنی شک تنها نه، شک خیلی بد رو میگن ریب. و هو مصدر رابن شی من فلانن یریبونی، ریب مصدر رابن شی و من فلانن رابنی حالا یریبونی، ازا کنت مستقیما منه به ریبته، به ریبته. ببینید این که وقتی یک کلمه رو میخوان مصدرش رو بگن، مثلا اینجوری میگه، نمیگه مصدر راب یریبو، میگه مصدر رابنی اشی یا رابنی اشی من فلان. چون اینجوری میگه، نمیگه مصدر رابن راب یریبو، اینجوری نمیگه. این در واقع میخواد بگه که این کلمه لازمه یا متعدیه یا چجوری متعدی میشه، اینشو میخواد بگه. یعنی الان نگفت که مستر راب یریبو، گفت مستر رابنی اشیع و من فلان، یعنی کلمه راب دوتا مفعول میگیره، یکی با واسطه یکی بی واسطه، اونی هم که با واسطه است با واسطه من حرف جره، اینو میخواد بگه. یا مثلا یوریبونی، یوریبونی یعنی چه؟ یعنی فعل مضارعش مفعول میگیره، متعدیه. ازا کان مستیقنا منه به ریبت رابنی، موقعی که یقین دارید یه شکی درباره او، وقتی یقین دارید از او به یه شکی، یعنی یقینا یه شکی، یعنی یقین دارید رو پاشو کج میگذاره. بله. فازا اسعت به از زن بلم تستیقن به ریبت منه، اما اگر یک کسی رو شما سوء زن بشدارید اما یقین ندارید، سوء ظن به کسی دارید اما یقین به ریبه او ندارید، اینجا میگویید عرابنی من فلانن امرون، عرابنی من فلانن، اونجا رابه بود اینجا عرابه، پس عرابه مالی اینه که بله آدم یقین به شک نداشته باشه. عرابتن، عرابنی من فلانن امرون، عراب عرابتن، عراب یوریبو عرابتن، با بفالش مستر با بفال. قلت عرابنی من فلانن امرون عرابتن. و عراب الرجل اذا صار صاحب ریبتن،
بله، حالا اینا دیگه خیلی نمیشه توضیح دادم، باید اینجا دیگه الان مجموع با یا فرق گذاشت بین این که ریبه، یه وقت آدم به کسی یقین داره، یقین داره که این یه ریگه تو کفشش هست، یه وقت یقینه به این نداره اما سوء ظن بهش داره. و اینا تو این بحثا پیش میاد که وقتی بخواید درباره یک کسی تحقیق بکنید، همیشه تحقیق باید مسبوق به سوء ظن باشه. اگه سوء ظن به کسی نباشه آدم تحقیق نمی کند. بعد وقت اونجایی که سوء ظن تجسس میکنه، اما اگر یک کسی رو دیگه یقین داره به ریبش، اینجا دیگه تحقیق نمیخواد، اینجا دیگه اقدام میخواد. این ایره حالا اشاره به اینجا بحثاست، حالا نشدیگه نمیخواد. کما قیله اولامو ازاسار صاحب ریبته، وقتی کسی صاحب ریبه بشه این معنی و عربانی بوده. کما قیله مثل این که گفته میشود اولامو ای استحق ان یا استحق ان یلامه، بله علامه. کما قیله نه الامنه کلامه من استحقاق دارم که او ملامت بشود، یعنی من استحقاق دارم که درباره او حرفی بزنم. خب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، هدن یعنی چی؟ الهدا الدلاله، هدا یعنی دلالت، مستر هدیته، مستر هدیته، و فعلون قلیلون فی المصادر، تو مصادر ثلاثی مجرد بر وزن هدیون فعلون کمه. قال ابو علی گفته یجوز ان یکون فعل مسترون، گفته جایز است که فعل هدن علا هدن مستر باشه، اختص به المعتل، یعنی نه اینکه ما توی مصادر ثلاثی مجرد مستر فعل نداریم، بر وزن فعل نداریم، بگیم که تو معتل ها داریم مستریه که اختص به المعتل، تو معتلات بر وزن فعل می آید، بلم یکون فی المصادر، گرچه در مصادر نیست، در مصادر نیست، یعنی تو مصادر صحیح غیر معتل. کما کانه کینونه، مثل این که الان بینید کانه مصدرش بشه کینونه، این معمولا تو مصادر ثلاثی مجرد نداریم، مصدر کانه باید بشه کون دیگه، کینونه نداریم، اما حالا شما بفرمایید چون کانه معتله، توی معتل کینونه اومده و نحوهو لا یکونو فی الصحیح، تو صحیح ما صحیح غیر معتل نداریم که مصدر ثلاثی مجرد بر وزن کینونه بیاد. خیلی خوب، من فعل منه و فعل اون هدا، همون هدایت ها، فعل هدایت یتعدا الی مفعولین، به دو مفعول متعدی می شود، یتعدی الی الثانی منهما به احد حرفی جر الی او اللام، دو تا مفعول می گیره، مفعول اولش را بی واسطه، مفعول دومش را به یکی از دو حرف جر الی یا لام. مثلا اهدنا الا سوا الصراط، اهدنا نام مفعول اولش بیواسطه، الا سوا الصراط با الا اومده، الحمدلله الذی هدانا لهذا، لهذا با لام اومده، پس مفعول دومش یه وقت با لام یه وقت با الا. و قد یحذف منه حرف الجر، گاهی هم حرف جرش رو حذف میکنن، فیصل الفعل الى المفعول، پس فعل به همون مفعول دوم
متصل می شود، متصل می شود فعل به مفعول دوم، مثل اهدنا الصراط المستقیم که حرف جر رو حذف کرده. ای دلنا علیه، یعنی ما رو راهنمایی کن بر صراط مستقیم. یا اسلک بنا فیه، ما رو ببر تو راه مستقیم. یعنی چی؟ یعنی الان اگر معناش اسلک باشه یا معناش دلنا باشه، هر دوش حرف جر میخواد. حرف جر بر مفعول دوم ها، حرف جرش اون علیه یا به بنا، اسلک بنا فیه در صراط مستقیم. و که انهو استنجازون لما وعدو بهی، گویا این که میگه اهدنا الصراط المستقیم، این اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا وعده ای که به ما داده ای اون وعده را وفا کن، وعده ای که داده بودی وفا کن. گویا این استنجاز طلب وفا کردن است به اون چیزی که بهش وعده داده شدن. مثلا آیه شریفه یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، این داره وعده میده که خدا هدایت خواهد کرد، حالا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی وعده رو وفا کن. اون چرا که توی این آیه وعده داده، اونجا میگه به این وعده وفا کن. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، مفعول دوم الان بی حرف جر اومده، ای سبل دار السلام، به سبل دار السلام ما رو هدایت بکن. خیلی خوب. بل اصل فی المتقین، اما ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. المتقین المتقین، المتقین یا متقین، کتاب شما نیست؟ دو تا یاد اون درسته. المتقین دو تا یا باشه درسته، این یکیه. مفتعلین، مفتعلین منال وقایه، از کلمه وقایه. مو تقلین واو داره، فقلبت الواو تاان، یا فقلب تل واو تاان، یا فقلبت و ادغمتها فی تا التی بعدها. واو قلب به تا شد و ادغام در تا شد، شد مت تشدید. خب مفتقین اینجوری میدی، مفتقین میگه به حذفت الکسره تو من الیا، دو تا یا که داره کسره، یا اولی هم کسره داره، یا او کسرش رو برداشتیم استثقالا لها چون ثقیل بود برش، ثم حذفتها بعد تا یا را حذفش کردیم لالتقای ساکنین، پس شد متقین. متقین شد متقین. پس اصل کلمه متقین از اِو تقیه بوده ها، اِو تقیه، اِو تقیه، و اسم فاعلش میشه متقی، جمعش هم میشه متقین، متقین. و تقوا اصله وقوا، اصل تقوا بوده وقوا، وقوا قلبت الواو تا ان، واو تبدیل به تا شد، شد تقوا. که تراس، مثل تراس که اصل تراس بوده وراس، احیای تراس یعنی احیای وراس. و اصل الاتقاء الحجز بین الشیئین، اصل تقوا هم یعنی حاجز، مانع بین دو شی. یقال اتقاه به ترس، این که میگن اتقاه به ترس یعنی جعله حاجزن بینه و بینه، یعنی سپر را حد فاصله بین خودش و او قرار داد. قال الشاعر فلقت قناعا دونه شمس و تقد بحسن موصولین کفن و مئسمی. الان اینجا و تقد، وطقت یعنی چی؟ یعنی دستشو سپر کرد که بله، حالا خورشید تو صورتش نتابه، یعنی که نه دستشو سپر کرد که خورشید پیدا نباشه، خورشید پیدا نباشه یعنی صورتشا نه اون خورشیده.
ki hani şehrinle bir yedin ana kanayım. Hemen neken. Ben. فألقت قناعا دونها الشمس واتقت بحسا موصولين كف و مئسمی. مئسم هم که منش روشنه دیگه. مئسم این انگشتایی که حنا گذاشته باشند. حنا اونیه مئسم. بدالی منها مئسمون هی نجمرت و کف خزیبون زینت به بنانی فبالله ما ادری بین کنت داریا به سبع رمین الجمر ان به سمانی و من هل وقایه لانها تمنع و رویت شعر. یعنی چی؟ میگه کلمه وقایه گفتیم یعنی سپر دیگه، و از همین جاست وقایه، به خاطر این که وقایه تمنع و رویت شعر. رویت شعر این چی؟ اگر که یه شعری رو کسی بگه، یه قصیده ای رو بگه، آخر هر بیتش یه کلمه باشه تکرار بشه. یعنی مثلا فرض کنید یه شعری رو همش آخرش انسان باشه، هی آخر هر بیتی انسان، 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 آخر هر بیتی انسان باشه، این رو میگویند رویه. روی یعنی اینا، به این خیلی بده. یعنی نشانه شعر بد اینه که آخر هر بیتی یک کلمه باشه و همه جا به یه معنا. اما اگر که حالا شما وقایه کردید، وقایه کردید یعنی چی؟ یعنی اومدم یک کلمه رو گفتم اما یه چیزی آوردم که اینجا معنیش یه چیز شد، اونجا معنیش چیز دیگه شد، این میشه بهترین شعر، زیباترین شعر. خیلی خوب. الاعراب ذالک فی موضوع رفع من وجوه، ذالک مرفوع از ذالک الکتاب و لاره، ذالک مرفوع. حالا علت رفعش چیه؟ احدها ان تجعله خبرا ان الف لام میم، الف لام میم مبتدا ذالک خبرش، کما مزل قولفی، اینه که قبلا گفته بودی. و ثانی ها ان یکون مبتدا و الکتاب و خبرو، ذالک الکتاب و ذالک مبتدا الکتاب و خبرش. و ثانی سو ان یکون مبتدا و الکتاب عطف و بیان او صفت له و بدل منه. سومی که بگوی ذالک مبتدا، کتابم چی؟ عطف بیانش، یا کتاب صفتش، یا کتاب بدلش. ذالک مبتدا لا ریب فیه جمله فی موضع الخبر، این لا ریب فیه که حالا بعد لاشعلا خواهیم گفت که ترکیبه یا لا نفی جنسه، این لا ریب فیه، لا نفی جنس و مثلا ریب اسمش و فیه جار و مجرور متعلق به محذوف خبرش و این جمله خبر اون، ذالکه میشه محل مرفوع. و رابعه ان یکون مبتدا، چهارم اینه که ذالکه رو بگوییم مبتدا و خبروه هدن، ذالک الکتاب در حالی که لا ریب فیه هدن، و یکون لا ریب فی موضع الحال، لا ریب رو حال بگیریم، بل عامل فی الحال معنی الاشارته، حال یه ذل حال میخواد و یه عامل میخواد. میگیم حالا عاملش چیه؟ همون اشیرویی که تو ذالک نهفته است، اشیرو عامل تو حاله. و خامسوها این که ان یکون لا ریب فیه و هدن جمیعا خبرن بعد خبر، ذالک مبتدا هدن یه خبرش، لا ریب فیه هم یه خبرش، که قولی که هازا هلون هامزون، هازا مبتدا هلون یه خبر، هامزون هم یه خبر. بله، ای جمع تعمین، هم شیرینه هم ترشه، سکنجبینه، سکنجبینه جوری دیگه، هم ترشه هم شیرینه. و من حقول شاعر، از این جایی که دوتا خبر آورده ها،
این تو همون شعر الفی ابن مالک هم بودی که دو تا خبر آورده و بر مبتدا، هم اول بسه مبتدا خبر، من یک و زابتین فها زابتی مقیزن مقیزون مسیفون مشتی، هر کسی که دارای عباست اینم عبای منه، هم کافیه بره هم تابستون به درد میخوره هم زمستون، واسه عبای چهار فصله، هم مقیز کافیست هم مسیفه تو سیف هم تو شتا. خب آره این یه خبر اونم یه خبر، نه چون اگه جمعه رو هم باشه وقت میشه یه خبر. بله و سادسها ان یکون خبر مبتدا محذوف، اصلا بگیم که این ذالک خبر مبتدا محذوف، تقدیره هازا ذالک الکتاب، هازا ذالک الکتاب، و این حملت علا هازا الوجه، اگه اینجوری گرفتید او علا انه مبتدا و لا ریب فی خبر، یا یعنی اینکه گفتید که مبتدا سلاری به فی خبره، او علا انه خبر و الف لام میم، یا گفتی خبر الف لام میمه، او علا ان الکتاب خبرون انه ذالک مبتدا الکتاب خبر گرفتید، رو همه این صورت ها کان قوله هدن فی موضع و نسب، این هدن محلن محلن خودش که هدیانه دیگه، خودن فی موضوع نسبن علال حال، حال است ای هادیان للمتقین، در حالی که هدایت متقینه چنانه، بل عامل فی عامل در حال می شود معنای اشاره، خود کلمه حال مؤنث است، ولی الان اینجا شما ضمیرشو به قول بزنید که مذکر بشه، بل عامل فی معنای اشاره، عامل حال میشمون معنای اشاره، گفتم هم اشیرو اول استقرار الذي يتعلق به فيه، یا عامل این حال را استقر بگیرید، استقر دیگه کجا بود؟ همونی که این فیه جار مجرور متعلق به استقر دیگه، خیلی خوب این عامل، و قوله لا ریب، حالا تو اینجا ذالک رو گفتیم، حالا لا ریب، و قوله لا ریب قال سیبوی، سیبوی گفته لا تعملو فیما لا تعملو فیما بعدها فتنسبه به غیر تنوین، لا الا تعملو فیما بعدها، لا تو ریب عمل میکنه، فتنسبه نسبشم میدهد به غیر تنوین، یعنی لا ریب نه لا ریبن، البته چیز بود معمولا تو ادبیات میگفتند که اسم لا نفی جنس مبنیه، اگه مبنیه نباید بگیم نسب، باید بگیم مفتوح، چون نسب مال اعراب بود و مال مبنی فتح بود دیگه، درست؟ به هر حال اینو سیبوی گفته، و قال غیره من حزاق نحویین، یعنی حزاق چون حرف سیبوی، با اینکه سیبوی امامه ولی اشتباه بود، گفتم اشتباهش چیه سا، و قال غیر سیبوی من حزاق نحویین، از حازق هاشون گفتند که جوئل لا مع نکرت شائعت مرکبن، الا با این ریب اصلا مرکبه، آه ترکیبه، یه کلمه است، دو کلمه نی که بگید یه لا نفی جنس و یه اسم، اینجوری نگید، اصلا یه کلمه است مرکبن، فهوه اوکد و من تزمین الاسم معنی الحرف، ببینید اگه من اینجوری بگم، بگیم ریب نیست، شک نیست، این بیشتر معنای شک نداشتن رو میفهمونه، یا لا ریبی که یک کلمه باشه نه دو کلمه، یه وقت میگویم لا ریبه یعنی شک نیست، یه وقت میگم عدم و شک، یه عدم و شک تأکیدش بیشتره، یک کلمه بشه، بله،
فهو اوکد، این که مرکب بشه دا اوکد است از تضمین الاسم معنی الحرف. تضمین الاسم معنی الحرف یعنی چی؟ یعنی اون اسم ریب معنای لا بگیره. لانه جعل جزءا من الاسم، چرا این تاکیدش بیشتره؟ چون یک کلمه شده، اصلا نفی جزء کلمه شده، چون وقتی مرکب بشه مرکب یک کلمه است دیگه. لانه این که مرکبه جعل جزءا من الاسم، یعنی اصلا لا جزء اسم واقع شده. به دلالت انکه توصیف و الیه مجموعا، شاهدش همینه. گاهی شما اصلا خود این لا و ریب رو یک کلمه حساب میکنید، یک کلمه حساب میکنید، یه چیزم بهش اضافه میکنید. به دلیل این که شما اضافه میکنید به این لا ریب مجموعا یه چیز بهش اضافه میکنید و تدخل علیه حرف جر. مثلا ببینید شما فتقول و جهتو که به لا مال، الان با سر چی در اومده؟ سر لا در نیومده، لا مال. الان جرم میده چیتو که به لامالن. اون که چند روز پیش گفتم شهید صدر گفته اون همین سا نه هنوز اشکال داره، ولی اون این تو ذهنش بوده سا اشکال هنوز داره. البنکو ال لاربوی چیتو که به لامالن و به لازادن، چیتو که به لازاده، دست خالی اومدم پیش شما، به لازاد اومدم. فلان ما ساره کذالک، وقتی بینی الان مرکب شد، وقتی مرکب شد بنی علالفت، معمولا این کلماتی که مرکب اندم همینجورن دیگه، بله بک خمسات عشر اینا. و هما جمیعن، هما جمیعن یعنی چی؟ یعنی لا و رعیب. این لا و رعیب جمیعن فی موضع رفع علال ابتدا، بینید فی موزه رفع علی المبتدا. جمعنا، نگوید لا نفی جنس ریب اسمشا، اینجوری نه ها. اگه اونجوری بگید که خب اصلا اون ریب مبتداست خودش، لام که حرفه، اما میگیم لا ریب دوتاش مرکبن فی موزه رفع علی المبتدا. فموزه و خبرهی، موزه و خبره المبتدا، خبرش هم میشه خبر مبتدا رفعه. و علاهازا فیجوز و انتوج علا فیه خبرن، بنابراین جایز است که شما خبر رو خود فیه قرار بدید. لا ریب فیه، فیه جار مجرور محلا مرفوع خبر، لا ریب مبتدا اینم خبرش. و یجوز و انتوج علاه صفتن، لا ریب ریبی که این چنین صفت داشته باشد در قرآن باشد، جایز است که قرار بدید فیه را صفت. فا این جعلته صفتن، اگه فیه را صفت گرفتید از مرتل خبر، یه خبری با این مقدر بگیرید برش دیگه. و این جعلته خبرن، اگر که فیه را خبر گرفتید، خواهد کان موضوع و رفع، موضوعش هم میشه رفت دیگه. فی قیاس قول سیبیبی، در قیاس قول سیبیبی که من حیث و یرتف و خبر المبتدا، که خود سیبیبی میگفت که خبر مبتدا رو چی رفت میده؟ عامل معنوی. و علا قول ابی الحسن الاخفش موضعه رفعون، موضع این لاریب رفعه، و الموضع لزرفه نفسهی لا لما کان یتعلق بهی، و موضع ظرف، موضع فیه، خود فیه، نه اون استقر فیه، چون فیه جار مجرور متعلق به استقره دیگه، موضع خود فیه، نه موضع متعلق فیه. لا لما کان یتعلق به، موضع مال خود فیه ها، خود فیه مرفوعه. لان الحکم لهو، چون حکم مال خود فیه هست، مال خود ظرفه. من دون ما کان یکون و ظرف و منتصبا به فی الاصل، بدون اون چه که، یعنی اگه من دون ما کان، خیلی همچه عبارت از اون کان یکونهای قدیمی شده سا که تو ایران اینجوری میگفتند،
حالا اگه بزنیم کانه بود من دونه ان بود خیلی قشنگتر بود. من دونه ان یکون از ظرف و منتصبا به فعل اصل خیلی عباره سلیس و روانو خوب. حالا من دونه کانه یکونو بدون اینکه باشد که می باشد خواست اینا بر افغانی شده است. بله من می گفتم باشد خیلی الا ترا آیا نبینه اما زمیره قد ساره فی الظرف. بینه خود زمیرم تو فیه است نه تو استقره. خیلی خوب. و اما قوله هدن ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن فیجوز ان یکون فی موضع رفع. جایز است که فی موضع رفع باشه من ثلاثه. این هدن بل این هدن مرفوع است محلن به سه دلیل. هدن خب هدیون دیگه هدیون مرفوعه. حالا هدیون چرا مرفوعه؟ غیر الوجه الذی ذکرناه قبل غیر از اونی که ما قبلا میگفتیم. قبلا چی میگفتیم؟ و وان یکون خبرن از ذالکه. خب اگه خبر ذالکه باشه که میشه خبر مبتدا و مرفوعه. این که هیچی اینه هیچ. غیر از این سه بچ احدوها ان یکون مبتدعن و فیه الخبر. ذالک الکتاب لا ریب هدن فیه خبر مقدم شده هدن مبتداست. ان یکون مبتدا هدن بشه مبتدا فیه هم بشه خبر. الا تزمین نه الا ان تزمره یا تزمره للا ریب خبرن. شما برای لا ریب یه خبری در تقدیر بگیرید که فیه نباشه و فیه بشه خبر برای هدن. الا ان تزمره للا ریب خبرن برای اون یه خبر دیگه بگیرید که فیه خبرش نباشه. که انکه قلت گویا شما یه جور گفتید لا ریب فیه فیه هدن لا ریب فیه فیه هدن گویه اینجوری گفتی. والوقف على هذا الوجه يكون على قوله لا ريب. والوقف على هذا الوجه يكون على قوله لا ريب ويبتدع فيه هدى للمتقين. درست کتاب تو اشتباه است. اینها اینا اشتباه است. والوقف على هذا الوجه يكون على قوله لا ريب. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب تموم شد فيها هدى للمتقين ويبتدع فيه هدى للمتقين. این میشه آغاز جمله فيه خبر مقدم هدن مبتدا مؤخر. و این شئت جعلت فیه هازهی از ظاهر خبرن ان لارای به از مرتل هدن خبرن. البته اشکالی هم نداره شما اینجوری بفرمایید بگوید ذالک الکتاب لارای به فیه این فیه خبر لارای به. حالا یه فیه دیگه مقدر بگیرید برای اون هدن. ذالک الکتاب لارای به فیه هدن فیه هدن فیه. و اگرم خواستی میتونید جعلت فیه یعنی همین کلمه فیه هازهی از ظاهره همین فیهی که تو قرآن هست آشکاره اینا خبرن ان لا ریب قرارش بدید و از مرت لهدن خبرن برای هدن همین خبری مقدر بگیرید. که انکه قلتن لا ریب فیه فیه هدن لا ریب فیه فیه هدن. والوقف على هذا الوجه على قوله لا ريب فيه. اینجا باید توقف کنیم لا ريب فيه اینجا توقف. و يبتدا هدى للمتقين. آره نه نه اشتباس نه نه همه کده نه هم این اشتباس هم این اشتباس اون اشتباس اینه که من حال نگاه نکردم ولی همه شو اشتباه درست همینجوری که میخونم. بله این درست بود همینجوری که میخونم بود. بله تو شما علاقه دیداری نه اگه
آه خب پس مرحبن به کتاب شما بله این همه اشتباه است. ول وجه ثانی، وجه دوم، هدن، هدن وجه دومش اینه که ان یکون خبرن ان الف لام میم، الف لام میم مبتدا، هدن خبرش، علا قول من جعله اسما للسوره، هر کسی که الف لام میم و اسم قرار میده اون میشه مثل زید مبتدا، هدنم خبرش. بل وجه الثالث ان یکون خبرا لمبتدا محذوف، هدن را خبر مبتدا محذوف بگیریم، تقدیره هو هدن.